محاکمه. و همونطور که وعده کردیم گزارشی داریم در رابطه با وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران. بازداشت اخیر روزنامه‌نگاران در ایران پس از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد نفوذ دشمنان با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. منتقدان می‌گویند نفوذ واژه‌ای است برای تصویر حساب سیاسی و برخورد با مخالفان و منتقدان. کوروش صحتی نگاهی دارد به جنبه‌های مختلف این موضوع. به قسمت دوم این گزارش که به هراس‌های امنیتی از نقش روزنامه‌نگاران در حوزه فرهنگ ایران می‌پردازد لطفاً توجه کنید. احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان و مشاور هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، یکی از 5 روزنامه‌نگاری که از روز 11 آبان ماه در بازداشت اطلاعات سپاه ایران به سر می‌برد. تلاش شد که در این پرونده و برخورد در اقدامی بی سابقه یکی از مسئولان سازمان حفاظت اطلاعات سپاه در گفتگوی تلفنی در تلویزیون دولتی ایران حاضر شد و شرحی از اتهامات این روزنامه‌نگاران ارائه کرد. این مأمور سپاه که آصف نامیده شد، یکی از جرایم روزنامه‌نگاران را ادراک‌سازی و اولویت‌سازی برای افکار عمومی عنوان کرد. نکته مهم این پرونده ادراک‌سازی و اولویت‌سازی برای افکار عمومی هستش. در داخل ایران تلاش شد که یک مجموعه ای از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای رو جذب کنند. اما به راستی منظور او از طرح این اتهام چیست؟ ادراک‌سازی اگر منظور تأثیر گذاشتن برای بالا بردن آگاهی جامعه است، اینکه جرم نیست، وظیفه روزنامه‌نگار. اگر منظور ایجاد به اصطلاح مفهوم، کنسپت یا نقطه نظر طرز تلقی هایی که بر جامعه بتونه تأثیر بگذاره و نگاه های جدیدی رو شکل بده، این هم باز از وظایف روشنفکران، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و اصولا فرهنگ‌ورزانه. بنابراین چیزی که در کشورهای دیگر ما می‌بینیم مردم از بابت اون روزنامه‌نگاران، نویسندگان و فرهنگ‌ورزان جایزه می‌گیرن اگر موفق به ادراک سازی باشن، اگر بدونن تأثیرات جدی و شگردی بر جامعه بگذارن. در سرزمین ایران که گویای جامعه سورئال و سرزمین عجایبی به این جرم دستگیر میشن و یا مورد مجازات قرار میگیرن. هراس از تبادل فرهنگی غرب و ایران موضوع تازه‌ای نیست، اما هر از چند باری این موضوع در کلام رهبران جمهوری اسلامی پررنگ‌تر میشود. حالا که توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی یکی از پرمناقشه‌ترین مسائل میان ایران و غرب را به پایان نهایی خود نزدیک کرده، بار دیگر غرب ستیزی و هراس از نفوذ فرهنگی غرب به دغدغه اصلی رهبران جمهوری اسلامی تبدیل شده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش در سخنرانی برای جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه گفت نظام‌های مسلط در جهان می‌خواهند با تأثیر بر تفکر دانشگاهیان به اهداف خود برسند. سخنانی که پس از بازداشت اخیر روزنامه‌نگاران مطرح شد. کار فرهنگی درست اون نیست که جوان ما رو انقلابی بار بیاره. این کشور انقلاب کرده، به این انقلاب باید پابند بود. در دنیایی که گسترش روزافزون شبکه‌های ارتباطی، اینترنت و ماهواره آن را بیش از هر زمان دیگر به دهکده‌ای جهانی تبدیل کرده، هنوز کشورهایی هستند که نگران آنند قافیه را در این میان ببازند. آیت الله خامنه ای در ایران بر این اعتقاد است که حتی آموزه‌های علوم انسانی غربی حیوانی است و در میان جوانان نسبت به دین شک و تردید ایجاد می‌کند. بسیاری از این علوم انسانی مبتنی بر فلسفه‌هایی هستند که مبناش مادیگری است، مبناش حیوان انگاشتن انسانه. او در سال‌های اخیر بارها از تعداد بالای دانشجویان علوم انسانی در ایران انتقاد کرده. در پی ابراز این نگرانی‌ها، موج تغییر متون درسی رشته‌های علوم انسانی در ایران در دوره محمود احمدی نژاد آغاز شد. پیشتر انقلاب فرهنگی دانشگاه ایران که از سال 1359 تا 62 دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشاند، در پی آن بود که جوانانی با آموزه‌های انقلاب اسلامی تحویل جامعه دهد و استادان و دانشجویان غرب‌زده را پاکسازی کند. با یک فرآیند غریبی روبرو شدیم، گویا اینکه بعد از توافق هسته‌ای علی‌القاعده جامعه منتظر فضای سیاسی باز بشه، آزاد بشه، گویا رهبر جمهوری اسلامی و مسئولان اصلی کشور سعی می‌کنند با بستن روزنامه‌ها، با سرکوب هر چه بیشتر آزادی‌ها نشان بدن که اگر بر سر مسئله هستی ناگزیر از عقب نشینی شدن، این به اون معنا نیست که حاضرن
فضای سیاسی رو باز کنن، راه در واقع تعامل با ملت رو در پیش بگیرن. حکومتی که بر اثر قوه فشار غرب راه تعامل رو داره با اون در پیش میگیره، گویا تا با یه قوه قدرتمند اعتراضی از جانب مردم روبرو نشه، هیچ خیال برای تعامل با ملت خودش نداره، با روزنامه‌نگار خودش نداره. حکومت ایران نشان داده است که وجود دشمن بخشی غیر قابل تفکیک از نظام عقیدتیش است و هم موضوعی برای تثبیت قدرت سیاسی. این دشمن هم میتواند روزنامه‌نگاری منتقد در داخل ایران باشد و هم دشمن خارجی حتی در حال مذاکره. کوروش صحتی، صدای آمریکا.